همه بزرگان، همه سیاسیون این بخشندگی و مهربونی براشون باشه که من به عنوان یک بازیگر جرأت پیدا بکنم که بگم یادی داشته باشیم از بزرگان بازیگریمون، آقای فردین، آقای بهروز بستوقی. میخوام از مردم عزیزم که مدت مدیدی پای تلویزیون منتظر این برنامه موندند تشکر بکنم، اما خوشحالم که با این تأخیر شما رو تو برنامه داریم امشب. با عرض سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز برنامه تلویزیون ایران من، گفتار امشبمون رو در ارتباط با وقایع روزهای اخیر به یک سری در واقع مسائلی رو اختصاص دادم که در ایران اتفاق افتاده و به نحوی همه این مسائل هم با رادیو تلویزیون و صدا سیمای جمهوری اسلامی ارتباط پیدا کرده. اولیش مصاحبه ای بود که رئیس جمهور آقای دکتر روحانی از طریق صدا سیمای جمهوری اسلامی در ارتباط با مردم قرار بود صحبت بکنه و در شبی که در واقع اعلام شده بود از هم صدا سیما و هم از وسایل دیگه و تعداد زیادی از مردم منتظر پخش این برنامه بودند، به طور غیر منتظره برگزاری این مصاحبه حدوداً یک ساعت تا یک ساعت و نیم به تأخیر افتاده و به محض شروع مجدد مصاحبه اون رو رادیو تلویزیون پخش خواهد کرد. بعداً معلوم شد که اختلافی بوده در ارتباط با شخص مجری این مصاحبه، به این ترتیب که ظاهراً آقای روحانی و دفتر در واقع مطبوعاتی رئیس جمهور مایل بودند که از یک خانم مجری تلویزیون استفاده بکنند به عنوان رپورتر و آقای زرقامی یک در واقع فرد دیگری رو به عنوان مجری تعیین کرده بوده و رئیس جمهور هم حاضر نشده بوده که در واقع با این آقا مصاحبه کنه و مایل بوده مصاحبه حتما با حضور اون خانم باشه. در نهایت بعد از یک ساعت و اندی تأخیر در پخش برنامه، هر دوی این مجریان که یک خانم و یک آقا هستند مصاحبه رو برگزار کردند و در آستانه مصاحبه آقای روحانی در واقع از مردم عذرخواهی کرد در ارتباط با تأخیری که به وجود آمده و گفت که مایل نیست در مورد علت تأخیر توضیح زیادی بده. در نهایت قرار بر این شد که رادیو تلویزیون سه مجری رو پیشنهاد بده و دفتر رئیس جمهور از بین اونها هر کی مایل بود انتخاب بکنه. در آستانه سالگرد در واقع انقلاب اسلامی در واقع جشنواره فیلم برگزار میشه به نام جشنواره فیلم فجر که امسال هم با بروی کار آمدن آقای روحانی تبلیغات زیادی و وسیعی در ارتباط با برنامه های فیلم ها و در واقع امیدی که در جامعه هنری ایران به وجود آمده بود بعد از انتخاب آقای روحانی، این جشنواره با یک استقبال ویژه‌ای روبرو شده بود و در روز 21 بهمن در واقع مراسم پایانی این جشنواره هم قرار بود که از تلویزیون به طور مستقیم پخش بشه. نکته‌ای که اتفاق افتاد این هستش که دو فیلم که هر دو هم در ارتباط با مسائل در واقع بعد از انتخابات سال 88 بود، یکی به نام من عصبانی نیستم که داستان در واقع یک دانشجوی ستاره دار هست و فیلم دیگری که در ارتباط با درگیری های بعد از انتخابات 88 بوده، هر دوی این فیلم ها پیشبینی می شد که جوایز جشنواره رو ببرند
ولی با مخالفت نیروهای امنیتی رژیم و خود صدا و سیما در واقع این فیلم ها رو مجبور کردن تهیه کنندگانشون رو با وجودی که تایید شده بود از طرف وزارت ارشاد و از طرف سازمان سینمایی برای شرکت در جشنواره، فیلم هاشون رو از جشنواره بیرون کشیدن و در نهایت ظاهراً با وجودی که هیئت داوران تصمیم داشت که یکی از در واقع جوایز رو، جایزه مربوط به بهترین هنرپیشه مرد رو به هنرپیشه همین فیلم من عصبانی نیستم اعطا بکنه، باز با فشار نیروهای امنیتی این جایزه رو به کس دیگری دادند و اون شخصی که برنده جایزه شده بود هنگام دریافت جایزه اون رو تقدیم کرد به همین بازیگر فیلم من عصبانی نیستم. اما تلویزیون جمهوری اسلامی در حال پخش مستقیم این برنامه هر بار که هنرمندانی که روی صحنه در مورد این دو فیلم صحبت کردن صحبت اونها رو قطع کرد و پخش مستقیم رو در واقع به نحوی مغزی کرد و ادامه نداد به عنوان اونطوری که مردم انتظار داشتن و این باعث یه مقدار زیادی در واقع حرف و گفت شد در داخل کشور و مسئولین وزارت ارشاد اعتراض کردن به صدا و سیما و مردم هم به تبع باعث نارضایتی عمومیشون رو ایجاد کرده بود این قضیه. موضوع سومی که اتفاق افتاده این هستش که یک فیلمی به نام سرزمین کهن، یک سریال تلویزیونی از شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی پخش میشه که ظاهراً به دلایلی مورد اعتراض ایل بختیاری و در واقع ساکنین بختیاری مناطق در واقع چهارمحال صورت قرار گرفته و اونها در تظاهراتی که در شهرهای مختلف منطقه بختیاری داشتن به نمایش این فیلم و داستانش اعتراض کردند به دلیل اینکه معتقدند متن و دیالوگ های داخل این فیلم که ظاهرا یک سریال تاریخی هم هست به در واقع ایل بختیاری توهین میکنه. در داخل فیلم خانواده‌ای به اسم بختیاری هست و در واقع صحبتی که یکی از بازیگران میکنه و اعتراضی که میکنه به در واقع مادر بزرگی که فامیلش بختیاری هست مستقیما در ارتباط با ایل نیست، ولی اشاراتی میکنه به موقعی که انگلیس‌ها در واقع شروع به اکتشاف نفت رو در مناطق خوزستان آغاز کرده بودند، بیشتر مناطق که برای استخراج نفت عملیات حفاری صورت می گرفت در مناطق تحت کنترل خوانین بختیاری بود و انگلیس‌ها ظاهراً یک مقداری سهمیه به خوانین بختیاری در اون زمان می دادند که حتی تا زمان ملی شدن صنعت نفت یعنی سالهای 30-32 هم این خراجی که می گرفتند از کمپانی بریتیش پترولیوم ادامه پیدا کرده بود و حتی در واقع در مطالب تاریخی که منتشر شده و کتاب ها آمده که برخی از نمایندگان خوانین بختیاری حتی بر علیه شرکت نفتی انگلیس برای دریافت اون خراجی که قرار گذاشته بودند علارغم اینکه در واقع استخراج نفت متوقف شده بوده در اون یکی دو سال شکایت میکنن از کمپانی بریتیش پترولیوم. در این فیلم سرزمین کهن ظاهرا نویسنده و کارگردانش که آقای کمال تبریزی هست اشاراتی به این در واقع پیشینه تاریخی میکنه و خانواده بختیاری رو که موضوع این فیلم هست و ظاهرا یک خانمی که ظاهرا مادر بزرگ یک خانواده جوانتری هست رو مورد شماتت قرار میده به خاطر ارتباطات در واقع پدریش با انگلیس ها. این موضوع باعث شده که در واقع یک مال اعتراضاتی رو در کل منطقه بختیاری به وجود آورده و تعداد زیادی از مردم با این موضوع به شدت در واقع برخورد کردند و در واقع نارضایتی خودشون رو از این وضعیت با تظاهراتی که انجام دادند نشون دادند. در نهایت هم وزارت ارشاد و دولت روحانی
نسبت بهش عکس العمل نشون داد و پخش این سریال هم فعلا از طرف صدا سیما متوقف شده و ظاهرا قرار هستش که کارگردان و نویسنده سریال در موردش بازبینی صورت بدند و یک کمیته هم از طرف مجلس مأمور شده که در این مورد مداخله بکنه و در واقع نظر قطعی خودشون رو در مورد ادامه نمایش فیلم و یا به طور کل حذفش از برنامه‌های تلویزیون اعلام بکنند.